حمله شدید و فحاشی پویان مختاری به نیلی افشار و امیر تتلو و ماجرای رفتن نیلی افشار پیش تتلو برای خواننده شدن تنها در یک شب به روش سامورایی. بابا یارو میخوای بری بدی برو بده، طرف جنده است. جنده میدونی یعنی چی؟ یعنی این که ذات خودشو یه روزی نشون میده. بابا خارکسته میخوای خواننده شی، میخوای دیده بشی گسکش، میخوای بری بده دیگه، برو بده. اونی که مادر جنده بیناموسه میخوای برو بکنی، برو بکن بابا، بیناموس برو بکن دیگه، کش و قوس دادن نداره دیگه. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. آقا ما هی میخواییم از اینا ویدیو نسازیم ولی خودشون دست بردار نیستن و توی جدیدترین اتفاق پویان مختاری اومده و فوشو کشیده به نیلی افشار. حالا چرا؟ به این دلیل که نیلی چند روز پیش همراه با دوستش سبا که این روزا همش با هم میچرخن قراره که خواننده بشن و برای همین به امیر تتلو گفته بودن که میایم تو به ما خوانندگی یاد بده. و اما خب همونطور که میدونید امیر تتلو هم تخصصش یاد دادن خوانندگی به دخترهاست و فقط در این زمینه هنرجوهای دختر رو میپذیره و مثل اینکه کل آموزش توی یه جلسه خلاصه میشه. بله همونطور که میدونید پویان و نیلی جدا شدن و خب بعدش کلی حواشی داشتن. ماجرا به این صورت بود که پویان از نیلی جدا شد و اول نیلی اومد گریه کرد و بعدش زود فهمید که نه، این پویان دیگه برگشتنی نیست. و از اونجایی که پویان مختاری همین چند وقت پیش با امیر تتلو دعوا کرده بود، نیلی برای این که میخواد پویان رو عذاب بده گفته که میخوام برم پیش تتلو و خب همه میدونن که نیلی بره پیش تتلو سالم از اون خونه در نمیاد و تا تتلو انتقام خودشو نگیره دست بردار نیست. و اما گویا حالا مردم ماجرا رو برای پویان فرستادن و بعد پویان قاطی کرد و گفت ای بابا سرویس کردید، الان باز کردم دیدم 5 نفر همزمان یه استوری گرفتن، همونو هی برای من میفرستن، ای میفرسته میفرسته میفرسته. خواستم بگم که بابا طرف جنده است. جنده میدونی یعنی چی؟ یعنی این که ذات خودشو یه روزی نشون میده، همش به این نیست که طرف بره پول بده، پول بگیره فلان بده و این داستان ها نیست که. یارو رفته بابا خارکسته خواننده شی، میخوای دیده بشی گسکش، میخوای بری کستو بده دیگه، برو بده دیگه، کش و قوس دادن نداره دیگه. اونی که مادر جنده بیناموسه میخوای کست یارو رو بکنی، برو بکن بابا، بیناموس برو بکن دیگه، کش و قوس دادن نداره دیگه، مثل مرد برو کارتو انجام بده. چی بگم آخه، نمیتونیم هم یه چیزا رو بگیم زشته، ولی خب رعایت کنید بابا، برید راحت بدید دیگه، به داستانهای مختلف نچسبونید، یه کسیه دیگه میدید دیگه، تمومشه میره. شما هویت و ذاتتون رو من شناختم که بلتون کردم به امون خدا پرشتا. یارو میخوای بری بدی برو بده، ریلکس برو بده، ولی با عزت و با شرافت برو بده. میدونی چی میگم؟ اون آدمی هم که پیش توه اینجا رو کیر ما بندری میرخصید، از خودش به پرسی بهت میگه، یه جوری تا صبح میخورد و دوستاش هم میابرد، 2-3 نفری هم داشتیم تو فکر کنم، نه خدایی 2 نفری لزمز میکردن میدادن و ولی بگه خب حالا اون برش میماسته دیگه، اصلا از اول مأموریتش همین بوده بیاد این کارو بکنه و توی جنده رو به جندگیت برگردونه. ببین همه برمیگردن به تنظیمات کارخونه، مطمئن باش، یعنی هر کسی که یه داستانی داره برمیگرده، مثلا نمیتونه شاید 1-2-3 سال
ادا دراره، ولی در نهایت برمیگره به اون خارپسته مادر جنده برد زنایی که بوده که هست. ولی من که به تخممه کردن، من کیرم دست این جور آدم ها نمیدم هیچ وقت. همیشه هم خدا بهم نشون میده که کارایی که کردم خود درست و به جا بوده. الانم اگر کیر کیر میکنم کس کس میکنم کیونم نسوخته از یه سری چیزها رو خوشحال باشن. این یارو هی چیز ریپلای میکرد برای من میفرستاد، چی میگن همین استوریه رو، عصبی شدم از اون. ولی در نهایت این حرفا رو باید من، دکتر بهم گفته باید بریزی بیرون هرچی تو دلت رو، هرچی تو دل همه رو از این بعد میریزم این کف تلگرام. الان ریختم بیرون یه مقدارم، الان میریزم روی یکی کسی پیدا میکنیم، یه مقدارم رو اون میریزیم، بالاخره میریزیم بیرون. بله، همونطور که دیدین پویان حسابی از دست نیلی شاکی بود، چرا که میدونه اگه بره پیش تتلو اینجوری تتلو احساس پیروزی میکنه و در واقع با این حرکت پویان 3-0 از تتلو میخوره. حالا ماجرا این بود که نیلی و سبا که دوست دختر سابق داوود هزینه و امیر تتلو هم بود، تصمیم گرفتن که خواننده بشن و به امیر تتلو پیام بدن و تتلو هم گفته آره شب بیاین جفتتون بهتون یه جوری خوانندگی یاد بدم که از فردا شروع کنید به آلبوم جمع کردن. و اما بعدش نیلی و سبا به تتلو میگن که فعلا داریم میریم مسافرت و بعدش حتما میاییم و از اون طرف امیر تتلو هم قاطی کرده و گفته نه من همین امشب دوستش داشتم. خلاصه امیر تتلو قاطی کرده و گفته نیلی و سبا قرار بود بیان با هم خوانندگی یاد بگیرن و کلی ویدیوی باحال بگیریم. میگم به سبا پاشو بیا، میگه میخواییم بریم مسافرت و رفتن. حالا رفتن، هم پول خرج کردن و هم رانندگی و هم مالی و فقط یه هتل و استوریای تکراری و ویوی معمولی. در صورتی که اینجا میومدن نه پول خرج میکردن، هم ازشون پذیرایی میشد، هم کلی چیز یاد میگرفتن و هم فیلماشون اینستاگرامو جر میداد و فالووراشون چند برابر میشد. بحث لیاقته، میفهمی؟ دخترای ایرانی خیلی لیاقتشون پایینه. حالا میگن بعد مسافرت میاییم و فکر کردن من اینجا نشستم هر کی هر روز دلش خواست بیاد. نه خیر، در رابطه با امیر تتلو اصلا اینجور نیست. من دیگه نمیبینمشون و برنامه ای رو که با نیلی و سبا داشتم رو بعدن با دوتا از تتلیتیام انجام میدم. دخترای ایرانی باید بفهمن که با امیر تتلو بودن یه شانس بزرگه و یه شانس همیشه در خونه آدم رو نمیزنه. یه سریاشون هم انقدر هیکلشون چیزیه روشو نمیشه لخشن جلوی منو اصلا بیان. فعلا با این دختر روسه دارم حال میکنم. یه رقصیدنشو، انعطاف بدنشو، یه عطری که میزنه و لباس زیری که میپوشه میارزه به 100 تا دختر ایرانی. نمیدونم چطور با این استایلای چیزی تازه کلاس هم میذارن، از بس که پسرای معمولی ایران هم از خودشون چیزترن و چیزلیسی این تاپاله ها رو میکنن. بله، گویا نیلینا یکم شیطنت کردن و فعلا نرفتن پیش تتلو. و اما ماجرای خوانندگی نیلی هم یه جورایی برای اینه که بخواد با پویان مختاری رقابت کنه و چند وقتی بود که هی میگفت که موزیک جدیدم به زودی میاد. معلمم گفت بعد پای میکروفون تمرین کنم که ترست بریزه. بعد من رفتم کار کردم، صدامو که گذاشت گوش دادم واقعا اصلا بدم نمیومد از صدام، یعنی احساس میکردم خیلی خوب خوندم. دارم کلاس میرم تمرین میکنم. بله خلاصه این بود ماجرای حمله تند پویان مختاری به نیلی برای رفتن پیش امیر تتلو و ناراحتی امیر تتلو از نیلی افشار و دوستش سبا. نظر شما در این مورد چیه؟ فکر میکنید نیلی میره پیش تتلو خوب خوانندگی رو یاد بگیره تو یه شب یا نه اینا همش برای عذاب دادن پویان مختاریه؟ راستی در این قسمت میخوایم یه کانال رو بهتون معرفی کنیم به اسم تهرانو. لطفاً حتماً بهش سر بزنید و از طرف ما سابسکرایبش کنید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.